نعیم دوستان روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو با ما هستند. بررسی این اطلس چه وضعیتی از شکل و شرایط اعتراض‌ها در جریان خیزش مهسا امینی رو به ما نشون میده؟ سلام عرض میکنم خدمتون. نقطه در مورد در واقع نکات مهم در مورد این پراکندگی جغرافیایی اعتراضات 1400، من فکر میکنم در نفوذ و گسترشش در سراسر کشور بوده، به رغم اینکه از لحاظ جمعیتی و تعداد ممکنه که مشارکت شهروندان در برخی از استانها کمتر بوده باشه، ولی پراکندگی نشون میده که تقریبا یک توافق جمعی وجود داشته بر سر مسائلی که شهروندان براش معترض بودن و به خیابان‌ها اومدن. در این حال نکته قابل توجه این هست که استان‌های بیشتر از همه درگیر اعتراضات شدن که در اونها تبعیض‌ها، نابسامانی‌های اقتصادی و در واقع سرکوب‌های سیاسی شدیدتر بوده. مثلا تهران، کردستان، سیستان و بلوچستان جزء استان‌هایی هستند که ما میتونیم تأثیر این معیارها رو در اونها ببینیم. استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان استانهایی هستند که به لحاظ سیاسی و اجتماعی تحت سرکوب شدید بودن همواره و در مقابل میزان مشارکت اونها در اعتراضات هم شدیدتر بوده، در کنار تهران، البرز و جاهایی که من فکر میکنم مسائل اقتصادی، سبک زندگی و شهرنشینی توشون تبدیل به دغدغه همگانی شده، به نحوی که تعداد بیشتری از مردم رو به خیابان آورده. در این حال مسئله در واقع انگیزه های شرکت در تجمع هم هست که من فکر کنم شما به مواردی اشاره کردید. تقریبا بین همه نقطه اشتراکی که وجود داره هم مسائل زنان هست، هم مسائل مربوط به زندگی اجتماعی و سبک زندگی و در کنارش مسائل اقتصادی. بله، در همین گزارش در یک بخشی به وضعیت نامناسب اشتغال زنان در ایران هم اشاره شده، به چند عامل به عنوان زمینه ساز برای این شرایط هم پرداخته شده. بیشتر در این باره توضیح بدید. در مورد آمار اشتغال زنان خیلی جالب و در این حال تأسف برانگیز هست که ما می‌بینیم در یک دوره 50 ساله رشد مشارکت اقتصادی زنان و اشتغالشون تنها 2% افزایش پیدا کرده، یعنی از چیزی حدود 11% در سال 1345 ما به نهایتاً به 13% رسیدیم. برای اینکه توضیح بدیم دلیل این تبعیض رو، دلیل این مشارکت اندک اقتصادی رو، چیزی بیشتر از تبعیضی که در ساختار جمهوری اسلامی نسبت به زنان وجود داره نمیرسیم. از زمان در واقع پیروزی انقلاب، نخستین چیزی که زنان رو از بازار اشتغال به بیرون روند مسئله اجباری شدن حجاب بود که زنان سکولار رو مادار به خانه نشینی کرد. در عین حال بعضی از مشاغل مثل فرزن مشاغلی که مربوط به دادگستری و قوه قضاییه میشدن از زنان گرفته شدن، همچنین حضور زنان در نیروهای نظامی و انتظامی به حداقلش رسید و در کنارش در سالهای بعد هم ما شاهد این بودیم که تصویب قوانین تبعیض‌آمیز مثل تفکیک جنسیتی، ممنوع کردن برخی رشته‌ها برای زنان و همین مسئله حجاب و عفاف هرچه بیشتر کمک کرده که زنان از بازار کار بیرون راه بشن و در مسابقه‌هایی که برای خانه نشینی زنان. ممنونم از توضیحاتتون، بس گسترده‌ای هست. سپاسگزارم. نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان مالمو سوئد.